باز یک بار دیگر برای من و شما به نام ستاره افغان برنامه ها و اینها را می سازن. برای همه مسلمان ها شرم است، خصوصا برای مردم شهر خون و قیام. شرم است به تو پدر، به تو برادر، به تو شوهر، به تو ماما و به تو کاکا که دختر و عزیز و جیگرگوشه خود را به صفحه تلویزیون، باور کنیم از دمی که شنیدم که یک دختر به صفحه تلویزیون افغان به ستاره افغان رفته آنقدر خونجیگر شدن. سبحان الله، او کیست؟ از کشورهای غربی آمده؟ نه، هرگی، خواهر ماست، دختر ماست، عزیز ماست، کسی که اون در آغوش خانواده‌ای که اونها لا اله الا الله محمد رسول الله به زبان جاری میکنن. اما چی شده امروز؟ استعمار دشمن آنقدر بر سر امت اسلام هجوم آورده که امروز از شهر خون و قیام، شهر شهید پرور، شهر مفسرین و محدثین، شهر خواجه انصار، شهر جامی و راضی و واعظ کاشفی، شهری که به یک روز 25,000 انسان به قربانگاه فرستاده بشه، امروز دختر این شهر به نام ستاره افغان شرم است بر همه مردم افغانستان و خصوصا مردم هرات. شرم است برای خانوادهش، ننگت برای پدر و برادر و شوهرش. این را از اینجا میگویم ای امت اسلام، همه ما باید پیر و جوان، خصوصا جوانها، نقش جوانان در دعوت اسلامی. اگر او خواهر و ستاره افغان رفت، از این است که ما احساس مسئولیت نکردیم، ما متوجه نساختیم جامعه خود را، ما متوجه نساختیم خواهر و برادر خود را. دشمن کار می کند، پس خطرات دشمن، مکر و کید دشمن و حیله دشمن را باید جوانان مسلمان دریابند. آن یکی از عنصران استعمارگر میگه فقط دو چیز: پیاله شراب و زن زیبا. حالا نمیگم تنها از افغانستان، او خواهری که از جلال آباد یا از شهر دیگر افغانستان هم هست خواهر ماست. پس باید مسئولین، اگر باز هم میگم اگرچه دوست نداشتم هیچ وقت مسئولین را مخاطب بکنم، اینها را مسئولین بدانند که به خدا قسم اگر یک جوان گمراه می شود، چی خواهر و چی برادر، به روز قیامت آنها از گریبانشان خواهد گرفت به صحرای محشر و به پیشگاه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. پس بیاییم وقتی ما میگیم شهر مفسرین و محدثین، شهر جامی و راضی، شهر خواجه انصار، شهر عرفا و ادبا، بیاییم شهر خود را شهر، امروز فقط ما از شهر خود میخواییم شهر ستاره افغان. یکی از کارهای استعمار این است که میگه ستاره افغان. بدبخت، از خدا بی خبر، اون را ستاره زرد نام بگذار. شهامت و غیرت و مردانگی افغان، اون ستاره افغان خواجه انصار است. ستاره که به آسمان و افق و آسمان افغانستان می درخشد، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی است که شرح جامیش در ازهر و دیوبند تدریس می شود. می خواهند جوانان من را به نام ستاره افغان و به نام چند تا فاسق می شینند، بعد اونها داوری می کنند فاسق. والله لا يهدي القوم الفاسقين. خدا هدایت نمی کند فاسقین را، خدا بیزار است از فاسقین، خدا نفرت دارد و لعنت می کند بر فاسقین. عده می شینند داور و اینها، بعد مسئولین هم اونها را قدردانی می کنن و برای اونها سفرهای را انتخاب می کنن از این کشور به این کشور،
برادران از این نقش جوانان در دعوت اسلامی. اگر میخواهید امت اسلام پس اون عزت از دست رفته خود را برگیرد، چه کار باید کرد؟ وظیفه و مسئولیت خود را ادا کنیم. اونها ارزش ندارن، همه اونها شاید خیلی قلیلن، و اگر قلیل هم نباشن، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. کسی که فسق داشت، فاسق بود، ایمان در وجودش ضعیف است، پس وقتی ایمان ضعیف بود هیچ حرکتی نمیتواند. چگونه است که امروز فقط مجاهدین اندک و قلیل در گوشه دنیا، در فلسطین، در عراق و سایر کشورها مجاهدین اندکند؟ فلسطین چقدر مجاهد دارد؟ 50 و چند سال آمریکای جنایتکار که پشت اسرائیل داره، انگلیس و آمریکا فقط اسرائیل تقویه میکنن تا بزنه بر فرق فلسطین. چرا فلسطین ها ضعیف نمیشن؟ اندک هم هستن، قلیل هم هستن، از اون سلاحای مدرن و پیشرفته و مجهز هم برخوردار نیستن. چیه که فلسطینی ها چی دارن؟ چون خدای دارن، الله از همه قوی تر هست. قدرت الله فوق همه قدرت هاست. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جامعه عرب اول تنها بودن، ابوبکر صدیق به کنارشان، بعد عمر فاروق، و آهسته آهسته به 40 نفر رسیدن، و قزوه سرنوشت ساز اسلام قزوه بدر 313 نفر بودن بدون امکانات و تجهیزات. اون لشکر 1000 نفری دشمن و مشرکین را به زانو در می آورن. چی بود؟ چون الله داشتن. پس حالا ما و شما باید مکر و کید و حیله دشمن را بدانیم و متوجه باشیم. این دوم از این که عواملی که جوانان مسلمان را آگاه بسازد. وقت ما تمام شد، ان شاء الله 5 عوامل دیگر برای بیداری امت اسلام، خصوصا نقش جوانان.